بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز یکشنبه هست، اول اسفند ماه 1400، سومین جلسه روش عناصر محدود هست که در خدمت عزیزان هستیم. چنانچه بیاد داشته باشید، ما جلسه قبل که همین یک شنبه بود، یعنی یک هفته قبل هم میشد، دو تا مسئله را خدمتتون معرفی کردیم. مجددا این دو تا مسئله رو سریع بازنویسی میکنیم. البته همیشه سعیمون بر این هست که هر بار که این مطلب رو تکرار میکنیم به یه زبان متفاوتی بیانش بکنیم که ملال آور و تکراری نباشه. علل اصول این دو تا مسئله، یکیش این بود که گیرن QI به ازای I مساوی با 1 تا N هیدروگراف طبیعی جریان در مقطع از آسمانه به ما داده شده و از ما عمق روانا خواسته شده. دلتا فرانک یا رن آف دلت، این مسئله اول بود. می‌خواستیم ببینیم با استفاده از روش عناصر محدود چجوری میتونیم این مسئله رو حل کنیم. مسئله دوم، حالا ممکنه یکی بپرسه بگه حالا این دو تا مسئله که نهایتاً سرانجامشون یه مسئله هست چرا بیان میشه؟ امروز توضیح میدم که تفاوت این دو مسئله در چی هست. Given Q یا I ماکسیموم لحظه ای در مقطع از رودخانه در سالهای مختلف، در پاسخ به سوال این ادا چجوری از جداول اداره آب و صدی وزارت نیرو استخراج میشه، به طور معمول یک سری شیتهای به قول معروف هیدرومتری هست که در اون شیتها به صورت روزانه 365 روز دبی گزارش میشه. در هر سالی که از یک هفته هر سال شروع میشه تا 31 شهریور سال بعد، بین 365 روز یه عدد ماکسیموم پیدا میشه. یه عدد ماکسیموم رو کنار همون شیتهای معمولی که دارن میمیسن و کارشناس هیدرولوژی در اداره آب و صدی یا مهندس مشاور رسالتش این است که بیاد به حسابهای آبی مختلف به تحلیل فراوانی این اعداد رو استخراج کنه و به یک سوال مشخص پاسخ بده. آی از یک تا ان بعد یه سری میاد، مثل این اتفاق که تنگل آکبر افتاد و از خودش یک سیگنچری به جا میذاره، یه دبی به جا میذاره، این دبی اندازگیری میشه و میخوام به این سوال پاسخ بدیم که اگر بزرگی سیلابی رو داشته باشیم دوره بازگشت این سیلاب چقدر؟ این هم مسئله دوم بود که ترک کرد. شک نکنید توی زندگی حرفه‌ایتون، توی زندگی بعد از فارغ التحصیلیتون انشاءالله مسائلی که دارید جنسش، حالا چه تو رشته سازه، چه تو رشته آب، چه تو رشته خاک، جنسش یه مسائلی هست که هایلی اینتردیسیپلینریه.
فقط به یک درس خاص مربوط نمیشه. این به ایدئولوژی مربوط میشه، این هم به ایدئولوژی مربوط میشه و قطعاً هم میتونید مثالهای رو عرضه کنید توی رشته تخصصی خودتون که بر دلیلی به این مهم عنایت داشته باشید و استدعا و خواهش من هم این هست که شما با دیدن این مثالها عقب نشینی نکنید، نگید این مربوط به رشته ما نمیشه. همه ما رشته کارشناسی اون عمرانه و این ها مربوط به رشته عمرانش به کارشناسی ارشد ارتباطی نداره. و بعد هم نکته مهمتر و ظریف‌تر این هست که باید بتونید یک روحیه بین رشته‌ای پیدا بکنید و مطالبی که توی یک کتاب خاص توی درس خاص نگاه میکنید میخونید برای خودتون رشنالایزش بکنید، ارتباطش با ریاضی پیدا کنید. گفتیم این دو تا مسئله قابل تبدیل به یک مسئله هست که میتونیم بگیم این مسئله در این چارچوب قابل بیان هست که گیبن تابع فیکس یعنی بیان این دو تا مسئله در چارچوب این مسئله بیشتر میخواد خیاطی بشه به سمت روش عناصر محدود و حد چپ و راست تغییرات متغیر مستقل. حالا اینجا متغیر مستقل زمانه، اینجا متغیر مستقل دبیه. خواهش کنم دقت بکنید، اینجا متغیر مستقل زمان، اینجا متغیر مستقل دبی. و ما میخواییم بریم مساحت زیر این منحنی رو به دست بیاریم، یعنی عملا میخواییم به این سوال پاسخ بدیم که اگر چنانچه مساحت زیر این منحنی رو به A نشون بدیم، اینتگرال از A تا B f x d x شده. گفتیم 9 قدم 9 استپ از ابتدای ترم تا پایان ترم باید ما برداریم تا این مسئله حل بشه. من طوری هم سوالها رو طراحی کردم که انشالله کم و بیش تمام قدمهایی که باید اینجا مستند کنیم قابلیت پیاده‌سازی داشته باشه. البته ممکن هم از بعضیاش حالا به کمک هم پیج رو میریم خواهید یا ممکن بعضیاش هم حقی که به نهش. استپ یک، استپ یک باید بیاییم دامنه محاسباتی رو به یک تعداد المان تقسیم دیسکریتایز دی کامپیوتیشنال دومین into finite element. بیایید دامنه محاسباتی رو به یک تعداد المان تقسیم کنید. برای همینجا مطلبی که ما دوست داریم متفاوت یکم اضافه کنیم به مطالبی که جلسه قبل خدمتتون گفتیم یه مقداری ماهیت این قدم اولی بیشتر آشکار بشه براتون. دوستان عزیزان توی مسئله اولی که اینجا گفتیم عملا مثل این هست که پیشا پیش دامنه محاسباتی به تعداد المان تقسیم شده. چرا؟ چون این تی آیا
و دیم تی یک، تی دو، تی سه، تی چهار، تی پنج، تی شیش فلان و معمولا هم اینها توی یه نظمه، مثلا یک ساعت، یک ساعته. یعنی اولا اینجا استبلن کمون تی آی به اضافه یک منهای تی آی. برای مثال اولی دست ما بسته است، کار خاصی ما نمیتونیم بکنیم، باید بر اساس همان اعداد ارقامی که به ما داده شده جلو جلو دامانه مساواتی تجزیه شده. ولی توی مسئله دومی که حالا جلسه قبل توضیح دادیم، این جلسه هم ادامهش بمیگیریم، دست ما بازه. برای سوال دومی، برای مسئله دومی باید حتما به این مهم توجه کنیم که امکان مانور دادن روی استفلن دامنه تجزیه دامنه ماسباتی میسر است. اینجا عملا باید بیان و حالا کیو رو تجزیه کنیم، یعنی عملا بگیم این مقدار خوبیم که عملا تغییرات کیو هست، مقدار باقیمون هم که فراوانی حقوق هست، عملا بتونیم این دامنه ماسباتی رو تجزیه کنیم. اینجا من می‌نویسم این دیپندنت وریبل، این دیپندنت وریبل اینجا کیوه. دقیق بفرمایید دوستان، تو مسئله اولی اینتگرندمون دیسکریته، یعنی ما نمیتونیم این اینتگرال رو حساب کنیم به صورت تحلیلی به خاطر که داده هامون دیسکریته، اینتگرندمون دیسکریته. توی مسئله دومی ما نمیتونیم این اینتگرال رو به صورت تحلیل حساب کنیم چون اینتگرندمون اینتگربل نیست. تکرار میکنم، توی مسئله اولی ما این اینتگرال رو نمیتونیم به صورت تحلیل حساب کنیم به خاطر که اینتگرندمون دیسکریت داده شده، تکه تکه است، گسسته است. توی مسئله دومی این اینتگرال رو نمیتونیم حساب کنیم چون اینتگرندمون یعنی فرکسمون اینتگربل است، قابلیت اینتگرال گرفتن نداره. در سپن خدمتون گفتیم که این مرحله رو که انجام بدیم عملا انگار به دو تا سوال پاسخ داره. توی کلیه مسائل فنتلمنت موقعی که کار تجزیه دامنه ماسباتی رو پی گرفتیم به دو تا سوال باید پاسخ داده باشیم، یعنی اگر چنچه کسی بخواد ببینیم مرحله اول رو درست انجام داده یا نه باید به دو تا سوال پاسخ بده. سوال اول نوع المان، سوال دوم تعداد المان. استپ دو، استپ دو باید یه قانون حاکم بر تغییرات استیت وریبل رو رو هر المان تطبیق کنیم. اینجا استیت وریبل ما دقت بفرمایید، اینجا خیلی براتون مفیدی تمایزا رو دریافت. توی مسئله اولی یعنی این مسئله استیت وریبل ما کیوه، dependent variable ما کیوه، چون کیو از فانکشن آف تایم. تو مسئله دوم ما استیت وریبل ما فراوانی وقوعه، frequency of occurrence.
اگر چنانچه من بخوام اینجا با یک رنگ متفاوتی براتون یک نمایی از قضیه به دست بدم، اینجا باید محور افقی رو اختصاص بدم به زمان، محور بهایم اختصاص بدم به کیو، و بعد بگم این اطلاعاتی است که به من به صورت دیسکریت داده شده. یعنی من این منحنیه رو ندارم، من یه سری نقطه روی منحنیه دارم. توی این شکل پایینی، مسئله پایینی اگر چنانچه بخواییم کن مسئله رو در بیاریم، محور افقی ما کیوه، محور قائم ما اف کیویه، کیویه لطفا به نمادی که نوشتم توجه کنید، اف کیویه کیو. این مثل همین چیزی است که کجا داری؟ تو آمار احتمالات داری، تو آمار احتمالات هم چیزی داری نه؟ به این میگیم پی دی اف، probability density function. Probability density function تغییرات FQ بر اسم Q اگر توزیع نرمال باشه یه همچین چیزیه. ما این منحنیه رو داریمش، تابعش هم داریم، ولی متأسفانه این تقریبه نیست. اینجا منحنی لبل نیست، مسارت سر منحنی. اینجا داده ها دیستیدید هستن. حالا چجوری مساحت زیری دوت منحنی به این دوتو سوال مربوط میشه؟ دیگه به چی مربوط میشه؟ به اون درس مربوط میشه که ببینیم اون درس چجوری میان مساحت زیری منحنی یا مساحت زیری منحنی رو به این قسمت مربوط. خیلی ارزشمند خواهد بود که این تفکیک ها رو انجام بدید، سید وریبل یا دیپندنت وریبل، ایندیپندنت وریبل یا دیسیژن وریبل. الان دقت بکنید هر دوتاش کیوه، برای کیو دوتا نقش مختلف داره بازی میکنه. توی این مسئله کیو داره نقش متغیر وابسته رو بازی میکنه، توی این مسئله کیو داره نقش متغیر مستقل رو بازی میکنه. هر دوتاشون هم به یک مسئله تبدیل میشن که این تو مسئله به صورت جنرالی بیانشین. Select Interpolating function function over a typical element. گفتیم ما از چهار تا خانواده میتونیم توابع میانیار رو انتخاب کنیم، توابع پولینومیال، توابع مثلثاتی، توابع هایپربولیک و توابع آر بی اف. منتها چیزی که توی نرم افزارهای مختلف که انجینشون فاینت المنت مصطلح شده و کسی دیگه دنبال و ستا دیگه نرفته پولینومیال. حتی ما فقط خانواده پولینومیال هامون خانواده پولینومیال های لاگرانج نیستن، ما انواع و اقسام پولینومیال داریم. لاگر پولینومیال، چبیشف پولینومیال و چه بسا عملا ما تو همین کتگوری پولینومیال ها هم بخواهم نگاه بکنیم میبینیم یه ده ممکنه برای تدقیق محاسبات
از لاگرانج اینترپولیتینگ پولینومیال گذر کردن و رفتن سراغ پولینومیال هایی که نه تنها دیراک دلتا پروپرتی رو که الان توضیح میدم ارضا میکنن، بلکه در گره های مختلف مشتقات هم ارضا میشن. یعنی پیوستگی تو مشتق داریم. لاگرانج اینترپولیتینگ پولینومیال فقط مقدار تابه در گره ها پیوست است، در حالی که بعضی از این پولینومیال ها مثل چبیچف نه تنها مقدار تابه در گره ها، بلکه مقدار مشتقات هم توی مرتبه ای در گره ها پیوست است. و مثلا بچه سازه که معادله حاکمشون بیمان لستیک فاندیشن درجه چهاره، اصلا از پولینومیال لاگرانج نمیتونن استفاده کنن. چرا؟ چون اونجا پرایمری وریبلشون، متغیر اصلیشون هم فیه هم دیوی به دیکسه، متغیر ثانویشون دی دوی فی به دی اکس دو و دی سه فی به دی اکس سه هست. موقع که پرایمریتون فی و دی فی به دی اکس باشه، باید پولینومیال انتخاب بکنید که هم فی هم دی فی به دی اکس پیوسته باشه، تا بتونید حالا این بحث پیوستگی و کامپتیبیلیتی بحث خیلی ظریفی هست که تو کتاب آقای هیوبرت که خدمتون معرفی کردم در زبر مطالب خیلی ارزشمندی توش نوشته شده که به موقع بهش میشه برد. ما توابع پولینومیال رو میتونیم به دو صورت بیان بکنیم، هم میتونیم به صورت نان استاندارد فرم بیان بکنیم، هم میتونیم به صورت استاندارد فرم بیان بکنیم. معمول چیه توی دنیای روش عناصر محدود؟ این هست که بریم پولینومیال رو به صورت استاندارد فرم بیان بکنیم. بیان اینترپولیتینگ فانکشن اور تیپیکال المنت این استاندارد فرم به این صورت هست: فی روی المان از فانکشن آف اکس، اینترپولیتینگ فانکشن اور تیپیکال المنت سوپرسکریپت ای یعنی المان. این مساوی هست با سمیشن آی از یک تا آر ام آی ای از فانکشن آف اکس ضرب فی آی ای. من جلسه قبل رفتم برای فرست اوردر پولینومیال به صورت نان استاندارد فرم نوشتم، اگه دقت کنین. بعد رفتم گفتم چجوری نان استاندارد فرم رو میتونیم به استاندارد فرم تبدیل بکنیم و بعدم استاندارد فرمش چیه. الان من اینجا آمدم ننوشتم بار سای دو، چون برای چی؟ برای فرست اوردر پولینومیال آر دوه، برای سکن اوردر پولینومیال آر سه هست، برای فورث اوردر پولینومیال آر چهاره. البته دقت بکنید مثل تفاوت یک اختلاف یک وجود داره. فرست اوردر پولینومیال آر دو، زیرو اوردر پولینومیال آر یک، سکن اوردر پولینومیال آر سه، سکن سه، فورت اوردر پولینومیال یه اختلاف یکی بینشون هست. پس یادتون باشه اگر من گفتم آر یکه، یعنی این زیرو اوردر پولینومیاله که تفسیر هندسیش هم دیدیم اینجا چی رکتنگولار بوده. یا
یعنی عملا آمدیم در داخل المان قانون حاکم رو ثابت گرفتیم در همه جا. اگر رفتیم از فرس اوردر پولینومیال استفاده کردیم، یعنی قانون حاکم بر تغییرات استیت وریبل روی المان رو خطی گرفتیم، دو تا گرفتیم برای یه مرتبه یک. اگر چنانچه آر رو سه گرفتیم، یعنی قانون حاکم بر تغییرات استیت وریبل روی المان رو سهمی گرفتیم، سه گرفت داره و تا درجه پولینومیال دوه. Interpolating function over a typical element, number of node, shape function, nodal value. از ابتدای ترم تا انتهای ترم خواهش کنم تقرب کنیم این رابطه چه تو یک بود، چه تو دو بود، چه تو سه بود، چه ترانزینت رابطه این رابطه تکرار میشه. اگر شد دو بود این میشه ایکس و وای، این هم میشه ایکس و وای. اگر چنانچه این x و t بود، یعنی transient problem بود. اگر چنانچه اینجا مسئلتون transient بود، زمان من بود، اینجا x رو میدیم به shape function، t رو میدیم به nodal value ها، حالا میرسیم بهش، به transient problem. اگه مثلا سه بودی بود، معمولا تو دنیای عددی به مسائلی که دو تاش مکانه یکی زمانه میگن دو و نیم بودی، یعنی به زمان نیم بود بودن نه بود کامل. اون موقع x و y t اینجا بود، x و y شیشه فانکشن تکر میکنه t شو نودال بری شیشه فانکشن. این هم میگیم این interpolating function over a typical element، تابع میانی ها روی المان. حالا من میخوام به خواص شیپ فانکشن بپردازم که هم توی یک بود، هم تو دو بود، هم تو سه بود موضوعیت داره. اصلا تو لیترچر هم یه مقداری دعوا یا به تعبیری گفتگو یا به تعبیری تلاش سر این هست که مثلا اگر چون شما رفتیم از لیست اسکوئر استفاده کردیم برای حل مسئله، تکلیف شیپ فانکشن ها چطور میشه؟ این دنیا و مطلب در رابطه با همین استفاده از لیست اسکوئر برای تخمین تابع تقریب روی ارگان، این توابع شکل متاسفانه تو هر کتابی که باز میکنی من رو من اسم آمد این لوف شده کتاب رو از ما بگیری؟ نه کی بخوای بری این کار رو بکنی؟ آقا تو نمیدونی کجا بریم آقا نمیدونی کجا بریم اشکال نداره. آره انسان با تلاش به هر چی رو خواهی میرسی اصمتاً موزنتون از ابتدای ترم تا انتهای ترم از همین نماد استفاده میکنیم برای بیان شیپ فانکشن. ولی متاسفانه کتاب آقای ردیه نماد، کتاب آقای زینگویژه نماد، نمو کتاب این و خود اینها هم مانع یادگیریه و کسی هم تو دنیا متوجهش نیست که اینها رو استاندارد بکنه. از یک دیسیپلین به یه دیسیپلین دیگه، از یه معدل به یه معدل دیگه این نمانه فرق میکنه و دانش سرگردان میشه یکی چی بود، کجا بود، کجا رفت.
این همه چی با همین نماد کار میکنیم. پنج تا خاصیت این این داره. این پنج تا خاصیت داره. Properties of shape function. هم به روایت ریاضی هم به روایت ترسیمی میتونیم این دیراک دلتا پروپرتی رو بیان بکنیم که مفهوم چی هست. دیراک دلتا پروپرتی میگه عملا فیه ای یا تبدیلی به جوی تاروفی کار بکنیم میتونیم چه فانکشن دیراک دلتا پروپرتی میگه مقدار ان آی روی المان ای در نقطه اکس جی و عملا باید این اکس جی هم یه دونه المان بگیره و همین خاطر هم پروشه نمیشتمش مقدار ان آی یعنی شیف فانکشن در گره آن روی المان ای در نقطه اکس جی متعلق به المان ای این مساوی هست با دلتای آی و جی و دلتای آی و جی هم مساوی یکه اگر آی مساوی با جی باشه و صفر اگر آی مخالف جی باشه. دیراک دلتا پروپرتی شیف فانکشن در گره آی روی المان ای در نقطه اکس جی باز متعلق به المان ای هستش یک اگر آی با جی یکی باشه و سه اگر آی با جی یکی نباشه. ترسیمی هم کمک میکنه که مطلب ادا بشه حقش. اگر چنانچه این المان ای باشه معمولا ما المان رو تو پرانتز می‌نویسیم. این نقطه حالا برای یک المان دو گره سه گرهی، چهار گرهی، پنج گرهی همین موضوعیت داره فرق نمیکنه. اکس آی ای اکس جی ای حالا اگر چنانچه شما یه المان سه گرهی داشتی میخواستید نام گذاریش کنی این میشد اکس آی این میشد اکس جی این میشد اکس کی اکس آی، اکس جی، اکس که المان سه گره اصلا نامگذاری. حالا اگر من بخوام این رابطه ریاضی رو به صورت ترسیمی بیان بکنم عملا اینجوری میشه که باید اینجا یک خطی بکشم به این صورت و بعد اینجا هم یک
خطی بکشم بگم این عملا می شود NI NI چون این گله آی اینه علمان هم دی از اتمان شناخته است. الان چکش بکنید ببینید این حرف نیست اینجا درسته NI از اتمان شناخته است. یه رابطه خطیه برای علمان دو گره مقدار NI در XI واحده این عدد یکی و بعد به صورت خطی تغییر میکنه میشه صفر. اگر اون همین شکل با یه رنگی دیگر یا بیده توی فیلم این رنگ متفاوته دیده نمیشه. اگر چنانچه من بخوام رو همین شکل NJ رو نشون بدم NJ رو باید اینجوری نشون بدم. این NJ هست. باز از اینجا تا اینجا واحده میاد اینجا صفر میشه. اگر یه المان سه گرهی داشتی یعنی عملا یک شکل اینجوری اگر داشتی این اکس آی بود این اکس جی بود این هم اکس که المانتون هم که بی هست برای نمایش خواهش کنم دقت بکنید برای نمایش سهمی با توجه به این چیزی که تو تابلو نوشته شده باید من بیام یک منحنی از سه نقطه بگذارم. خواهش کنم دقت کنید یک منحنی از سه نقطه بگذارم که مقدار منحنی در این نقطه یک بشه برای این ما در این نقطه صفر بشه در این نقطه هم صفر بشه. مثلا مثال بزنیم چون سهمی دیگه منحنی دیگه فرق نمیشه. اینجا اگر چنانچه من به رنگ متفاوتی بخوام مثال شروعیم میشود مثلا یه همش چیزی که از اینجا اینجا چقدره؟ یکی. اگر چنانچه خواستم روی این این قرمز الان اینه پایی هست اگر چنانچه خواستم برای یه گره جی ترسیم بکنم با یه منحنی یک کوادراتیک فرمول پارابولیک فرمولا روی این بکشم که مقدار اون پارابولیک در اکس جی یک بشه در این دوتا صفر بشه. مثلا میشه همچی چیز از اینجا تا اینجا چرده آی دو تا بین بازه مهم نیست که دیرکت دلتا رو پیاده نمی کنن نگه نه اینجا نمیشه که بین بازه نه فقط در گره هست. دیرکت دلتا پروپرتی حالا ممکن آن از شریفی سال بی هم بپرسه بگه آیا بدینی شما جلسه قبل گفتی که چه فانکشن برای یک علمان دو گره چی میشه؟ میشه در اول برای این یک کمه میسی رو تابلو برای علمان سه گره چه فانکشن چی میشه؟ از هم حضورتون N I E از فانکشن آن X میشه مساوی بود x منهای x j x منهای x j مخرج x i
منهای x j x i منهای x j. این شیپ فاکشن برای ارمان سگره الان چک کنیم ببینید این حرفا که زدیم رو آنر میکنه خاصیت اولی رو. اگر به جای x بزنیم x i، آیا این i یک میشه؟ اگر به جای x بزنیم x i یک میشه. اگر چنانچه به جای x بزنیم x j، آیا صفر میشه؟ بله. x کار صفر در x مساوی x های در x مساوی x چه و x که صفر. این لاگرانج اینترپولیتینگ پولینومیال این 1D. حالا دیگه خودتون انرژی را میتونید بنویسید، انرژی را هم میتونید بنویسید. هر باری که بنویسید تو صورت این آی هست بالا فقط اوکی هست. اگر رفتی در اینجا نمیشید اینجا باید آیو که رو نمیشید. اگر رفتی در اینجا برای که نمیشید صورت باید چی میشید؟ آیو چه رو نمیشید. مفرجا یعنی برای هر یه دونه دو تای دیگر رو اوکی برای گیبس نکن تا منطب شده هر بیاره بیراش دلتا رو بردیم. دو در هر نقطه از المان خواهش می‌کنم دقت بکنید، در هر نقطه از المان اگر چنانچه شما بیاید شیپ فانکشن ها رو با هم جمع بکنید حاصلش میشه در هر نقطه از المان شیپ فانکشن ها رو با هم جمع بکنی حاصلش میشه منظورم چیه؟ منظورم توی نمودار اگر چند چیه نقطه اینجا بگیرید در این نقطه این آن چقدر از اینجا تا اینجاست این جه چقدر از اینجا تا اینجاست جمعی ها دو توی یکی میشه چرا؟ چون از اینجا تا اینجا و از اینجا تا اینجا یکی اینجا هم همینطور هر نقطه به گردمان سومی نکشتن این شکل که شروع میشه هر نقطه از درمان از جمله خود گرفا مجموع شیپ فانکشن ها یک میشه یعنی الان برای این من دو تاشو میبینم در این نقطه برای این نقطه در یک سه از اینجا تا اینجا معلوم به این آی میشه از اینجا تا اینجا معلوم به این جی میشه حتما هم یه چیزی داره دیگه جمع اینا یک میشه این هم خاصیت دوم دقت بکنید ایکس ها ایکس فریز نشده ها دینامیکه یعنی تو یک بود میشه این یک به اضافه این دو مساوی یک چک بکنید یه لحظه این یک از فانکشن ایکس مساوی هست با ایکس منهای ایکس دوی المان بخش بر ایکس یک المان منهای ایکس دوی المان این چه فانکشن لوگریتمی برای اینجا ممکنه آقای من شریفی بگه آقای حابب دین این چه دین اینجا هندس یک گذاشتی اینجا هندس جی گذاشتی آقای جی گذاشتی خب اینجا سمیشن همون آقای از یک تا چیه عدده اینجا سمیشن در کاردم این دو ایکس
اکس منهای اکس یک، اکس دو منهای اکس یک. در اینا با هم جمع بکنید ببینید چطور میشه. اگر چنچین ها رو با هم جمع بکنید کاسبش میشه یک. چطوری؟ نمی نویسم دیگه، فقط بیان میکنم. یه لحظه دو تابلو بکنید، اینو دستش نزنید، این هم کس بزردش، اینو بنویسینش اکس یک منهای اکس بخش بر اکس یک منهای اکس دو، با هم جمع بکنیم. اکس اکس ها زده میشه، میشه اکس دوی منهای اکس یک بخش بر اکس دو. اوکی؟ سه اگر چنانچه بیاید آی را از یک دو آر بعد از این سه فانکشن ها مشتق بگیریم در ایکس های مختلف بازدش میشه سه. کسی میتونه رشنالایز کنه این رو؟ منطقیش کنه این رو؟ این از کجا اومده؟ از بالای مشتق بگیرید. از بالای مشتق بگیرید پایینی به دست کنید. بعض اوقات اینقدر مسئله استریت فوروارد هست که طرف نمیدیش میری کجا به کجا بود توی همش فکر میکنه این یک چجوریه که کجاست. خاصیت چهار آن منت میبینی؟ نه. اگر چنانچه اینترپولیتینگ فانکشن شما خطی بود شیف فانکشن هاتون هم خطی، اگر اینترپولیتینگ فانکشن شما پارابولیک بود شیف فانکشن شما هم پارابولیک. نگاهی بکنیم در جه ایکس هم ایکس در باره ایکس میشه دو ایکس دو، یعنی پارابولیک میشه. بنابراین اینترپولیتینگ فانکشن و شیف فانکشن هر دوتاشون از یک جنس هم. اینترپولیتینگ فانکشن و شیف فانکشن هر دوتاشون از یک جنس هم. اگر این فرست اوردر بود این هم فرست اوردر، اگر این سکن اوردر بود این هم سکن اوردر، اگر این تر اوردر بود این هم تر اوردر. چهار من چهار رو برای که میخوام من نشون بدم اینجا دوباره تکرارش میکنم. چهار منم از کجایی؟ هستم خدمتتون. هستم. اینترپولیتینگ فانکشن حالا آقای من شدید میگه اصل مطلب نمیگه، هر مسئله رو حل نمیکنه، هم طوری داره تو حواشی دور میزنه. یه بار میگم یه تا آخر در پس دیم هم دیگه نمیم بگه تکرار کنم. interpolating function and shape function share the same degree. یعنی اگر دیگری پولنومیال اینترپولیتینگ فانکشن دو بود شیف فانکشن تو هم دو هست. اینترپولیتینگ فانکشن و شیف فانکشن معمولا مراجع توی بیان خواص ضواب شکل به چهارتا استناد میکنن، چهارتا مطلب رو میگن. یه خاصیت پنجمی هم هست که خیلی مهمه،
بسیار واسط پنجمی مهم هست و توی ادبیات فنگلمنت یه جورایی آزمایش پچ تست PATCH به همین خاصیت پنجمی مربوط میشه. خاصیت پنجمی چیه؟ خاصیت پنجمی میگه interpolating function مساوی هست با summation i از یک تا r n i e از a function of x e i e اگر x متعلق به e باشه. اگر x متعلق به ای باشه فی مقدار چی؟ صفر if x متعلق به ای نباشد. یعنی چی؟ به زبان ریاضی یعنی این شیف فانکشنه که اینجا من سیرتر میکشمش، مثلا این رو سیرتر میکشمش، اگر این فقط یه المانه نه؟ یعنی یه المانه اگه خواستی از بیرون برای کل دامن ماسباتی بهش نگاه بکنی که این وضعیتش دیگه جوینی چجوریه، باید اینجا اینجوری بکشیش صفره، اینجا باید بیاری پایین اینجا اینجوری بکشیش. این خیلی مهمه. یعنی این شیف فانکشنه فقط رو المان مقدار داره، خارج از المان صفر همه جا. ممکنه یکی بگه خب چه ربطی به پچ تست داره؟ شما موقعی که میرید برای هر المانی استرین انرژی رو حساب میکنی، اگر چنانچه این المان با المان مجاورش فصل مشترک داشته باشه، مثل اینکه دارید استرین انرژی ها هم فصل مشترک ها همه رو با هم جمع معنی نمیده. استرین انرژی که تو ساز شما دارید باید واقعا از انرژی کل سیستم باشه دیگه، نه اینکه همطوری چیز باشه. حالا بحثی داریم با یک از دانشجوی دکترا که شیف فانکشنش رو از کریچینگ جو استاتیستیک گرفته و با مشلس متد داره کار میکنه، گفتیم از افرادی که تسلط دارن به این عرصه تو مشلس کار کردن سوال کن، ما هم سوال میکنیم که این برای روشهای مشلس تکلیف پچتس چی میشه که عملا خیلی حساسیت نسبت به این شرط پنجمی ندارن. یعنی عملا ساکور دومینشون برای هرگیره با ساکور دومینشون برای نقاط گوسی برای انتگرال گیری عددی یک انسان نیست. حالا بحثش خیلی تو جزئیات نمیرم چون میدونم الان زوده. این پنج تا خاصیت هم برای یک بود، هم برای دو بود، هم برای سه بود، همه رو ساخته بود. خب حالا من شریف میگه ای وای این جلسه قبلم که این دوتا رو گفته بود، حالا در جلسه تموم میشه هنوز تو هم دوتا هست. نه دیگه رفتیم برای سه قسم. Convert differential formulation یا چیه؟ پارشل دیفرنشیال اکویژن
یا ODA حالا میتونه هم از حتی سیستم باشه هم یا VDA or PD convert differential formulation into either variational or weighted integral formulation. به زبان بی زبانی داره میگه اگر چند مسئله شما از اول بهتون یک معادله دیفرانسیلی دادن، حالا یا معمولی یا جزئی، استپ 3 میگه باید بیاید این فرمولیشن دیفرانسیلی رو تبدیلش بکنید به فرمولیشن اینتگرال. اگر چنانچه وریشنال تو ذهنتون تداعی شد، باید ODE و یا PDE که استرانگ فرم هستند قابلیت تبدیل به فانکشنال داشته باشه. یادتونه گفتیم اولی جلسه یا دومی جلسه، دومی جلسه بود حضوری بود، گفتیم ما باید بین استرانگ فرم و ویک فرم تمایز قائل بشیم. استرانگ فرم خود معادله ODE یا PDE به صورت پارشیال دیفرنشیال و کوردینیت دیفرنشیال اکویشن معادله شده، و اگر از حساب تغییرات اینجا یه چیزی قرض بگیریم، هر کنشمندی رو ما میتونیم با اولای لاگرانژ تبدیلش به استرانگ فرم کنیم، ولی هر استرانگ فرم رو نمیتونیم تبدیلش بکنیم به ویک فرم. اگر چنانچه استرانگ فرم ما یه سر شرایطی داشت که قابلیت تبدیل به فانکشنال داشت، میشه این، ولی اگر نداشتم هنوز مشکلی نداریم، میشه این ویت اینتگرال فرمولش. اگر چنانچه استرانگ فرم ما قابلیت تبدیل به فانکشنال داشت، میشه برای استرانگ فرمولش. ما معمولاً تو حساب تغییرات ریاضیات عالی مهندسی نحوه تبدیل دیفرنشیال فرمولیشن به وریشنال فرمولیشن میگیم، ولی ترم قبل عملاً به خاطر که هم جبر خطی رو داشتیم هم حساب تغییرات داشتیم، این رو گذاشتیم تو این ترم تبدیل این بگیم. حالا چون حضوری هم از تو فضای مجازی هم منتشر میشه، با حوصله و طمأنینه سر میکنیم هم قضیه وانبرگر، هم مباحث حواشی که این تبدیل داره رو خدمتتون عرضه کنیم. حالا خواهیم کنم من از کلامی اینجا یه سوالی برش پیش میاد، توی دو تو مسئله تکلیف ما چی با این استرس؟ توی این دو تو مسئله که اینجا تعریف کردیم چه باید؟ تو ترمای قبل جالب، تو ترمای قبل من نوشتم اینجور نت اپلیکه بود، یعنی این استفه موضوعیت رو این نداره. این ترم تغییر نظر دادم، تغییر عقیده دادم، یک کمی این حدیث حضرت علی رو سر کردم به خودم پیاده کنم که چی؟ دو روزم مثل هم نباشه. احتیاج به نقل شما هم دارم برای این جمله ای که میخوام بنویسم دو تابلو. برای مثال اولی خواهش کنم دقت بکنیم، برای مسئله اولی میتونیم این رابطه رو بنویسیم، بنویسیم Q مساوی با دی بی به دی تی. این رابطه بین Q هست و بی Q و H rate of change of volume is equal to G discharge.
حالا منظور از این استفه میشه این استرانفورد دردی به چی کنیم؟ یک فرم کنیم، یعنی طرف بسن بکنیم اینتگرال بگیریم. اشکال داره؟ نه. کیون سایی بیم به دیتیه بیم بگیم دیه بی مساوی از با کیو دیه بی بعد شروع کنیم از طرفین اینتگرال بگیریم وی مساوی از با اینتگرال از تی آی تا از تی یک تی این کیو دی دی کانورت خواهش من دقت کنیم کانورت دیفرنشال فرمولیشن اینتو اینتگرال فرمولیشن. حالا خانم منصور هم میگید دیگه اگر این تکون هم جواب بده دیگه نه هیچی دیگه دومی رو چی کار کنیم؟ استرانفورم اون چی میشه؟ رابطه بین سی دی اف و پی دی اف. حالا خانم من استادقی میگه وای داره رفتیم تو سی دی اف و پی دی اف دیگه این ها میبه چه درختی PDF probability density function CDF Q mu label distribution function ارتباطشون اینه F X X کی PDF مشتق CDF یعنی هستش دیه به دیه اکس اف اکس اکس این پی دی اف ای سی دی اف دقت بکنید پی پروبابیلیتی دی دنسیتی اف فانکشن سی دی اف کیومولیتیو distribution function نه density function distribution function خدا قسمتون بکنی یکم برید توی آمار اطمالات حالا آقای من چهتون گرچه دعایی هم می کنم نمی در تقرد برید تو بلشی و تو سید آمار اطمالات این میشه strong form اگر چنانچه خواستیم ویک فرمش بکنیم باید به این طرف در دی اکس زر کنیم بگیم اف اکس اکس مساوی است با اینتگرال از منهای بی نهایت تا اکس اف اکس دی اکس تفسیر هندسی یا ترسیمی این یکی می شود حالا این مساحته که مثلا اینجا از اینجا تا اینجا تیه یک باشه از اینجا تا اینجا تا اینجا تیه این باشه برای این یکی هم اگر چنانچه بخواید یک نمایش ترسیمی داشته باشید اگر چنانچه از اینجا تا اینجا مثلا x باشه این مسافت زیر منحنی داریم صحبت شد این هستش به بزرگ X convert differential formulation into either variational or vector integral formulation حالا اینجا عملا این استران فرم ما اینه چرا استران فرمه؟ به خاطر مشهور ما زیر چتره؟ total differential چرا تبدیل به vector integral formulation شد؟ چون مشهور ما رفت زیر چتره؟
convert differential correlation into either variational or weighted integral correlation. البته ما اگر مدل حاکم هم مودیدی بود یا پیدیدی به صورت کامل بود، اون موقع عملا ما باید متدولوژی رو خدمتتون معرفی کنیم که رسماً تبدیل رو پی بگیریم. خودش یه داستان جدایی داره که موقع به معادلات ODE PDE رسیدیم بهش بپردازیم. چون ما یه مبحثی رو از حساب تغییرات رو نگفتیم بهتون، یه آنتراجی میدیم، اول میاییم روشای تحریبی رو کل دامنه بحث میکنیم، صحبت میکنیم، بعد میگیم این ایرادات به این روش تقریبی روی کل علمان مترتبه برای فرار از این اشکالات، برای فرار از این محدودیت ها متوسط مرتبه میشه. چون روش ریسی که شما احتمالا ممکنه توی درس دیگه بهش برخورد کردی، روش ریس برای کل علمانه، برای کل دامنه محاسباتی، و بعد مشکلات رو برخورد میکنیم که ناچار میشیم به جایی که روی کل دامنه ماسباتی ماسبات رو انجام بدیم، تقریب رو انجام بدیم، میام روی تلفن. آره تو میبار هستم نه در سن من، بلکه در همین سنین جوانی یه تشنگی درتون ایجاد بشه، و چون زبط هم داره میشه، بعد ما هم که نیستیم دوباره یکی میبیندش به ذهنش میاد تو سن جوانی به دنبال فلسفه علم باشی. منظورم از این عرصه این هست که برید تو ریشه ها ببینید اصلا چی تو شدی در این فرنت علم به دنیا آمد، مشکل روش قبلی چی که منجر به ابداع روش عناصر محدود شد. اینها یه بخشی که فلسفه علم معلوم میشه، یا تاریخ علم معلوم میشه، یا مثلا کنجکاف هست البته الان اونقدر به سرتون هست که نمیدید تو ایران This is good چجوری به وجود اومد، چجوری به ذهن بوس رسید فلسفه علم. سوالم به پرسید خوشحال میشیم. ما استپ 4 compute element properties. یعنی چی؟ بیاید خط استپ 4 خاصیت المان رو حساب کنیم. اینجا خاصیت المان چیه برای ما توی این مسئله که داریم؟ اگر یادتون باشه ما آمدیم گفتیم باید بریم دامنه محاسباتی رو به یه تعداد چکار کنیم؟ علمان چکار کنیم؟ تقسیم کنیم. یادتونه؟ الان این میشه یکی از علمان ها. این استفیه. استف دو قانون حاکم بر تغییرات استدوری به رو هر علمان مشخص کنیم. یعنی این نقطه چجوری به این نقطه بس کنیم؟ این مفهوم استف دو. استف سه این است که ما در هر نقطه‌ای خواهش کنم دلان تفسیر هندسی استفاده میگم ما در هر نقطه‌ای
مقدار این کیو هستش مشتق از دی بی به دی تیه. خب تبدیل بکنید این استرانگ فرم یا این دیفرنشیال فرمولیشن رو به یک اینتگرال فرمولیشن که حالا برای این مسئله به این صورت داریم که کیو اینتگرال کیو دی تی میشه. حالا عملا میگیم خاصیت الیمان اگر چنانچین اینتگرال در ما داشته باشیم، لطفا دقت بفرمایید، این اینتگرال ما داشته باشیم میتونیم میدونیسیمش اینتگرال از تی یک تا چی؟ تی دو کیو دی تی بذاره، تی دو تا تی سه کیو دی تی اضافه، کیو دی تی باز از تی سه تا تی چهار تا تی ای منهایه تا تی ای. حالا این اسف چهار مفهومش این است که ما بیاییم برای یکی از این المان ها، برای یکی از این المان ها بریم حجم رو حساب بکنیم یا سطح حساب بکنیم بسته به مورد. حالا اینجا عملا میشه سطح. برای یکی از این المان ها بریم این هم تی آی تا تی آی به اضافه یک کیو دی تی. و چه اگر شد چون من این رابطه رو بخوام برای چون این کلیه این فیه توی مثال اولی فیه همون کیوه، تو مثال دومی افه افه پی دی افه هست، تو مثال اولی فی کیوه تو مثال دومی فی افه. اگر چنانچه من بخوام این رو برای مسئله اولی بیان بکنم باید هم چیز بنویسم. خواهش میکنم دقت بکنیم، اگر خواستم برای مثال اولی این رابطه رو بازنویسی کنم میشه این، اگر خواستم برای مثال دومی این رابطه رو بازنویسی کنم میشود این. کسی میتونه یه خط انداز جدا کنیم هستم؟ کسی میتونه بگه اینجا کیو آی چیه اینجا اف آی چیه؟ کیو آی که اینجا داده شده همینه، کیو آی که اینجا میبینیم همین کیو آی هست، نودال ولیو ها هست. ولی اینجا نودال ولیو ها که اف آی هست دست خودمون هست، چون چی به همون داده شده؟ اینتگرال به صورت پیرسته به ما داده شده اینجا. یادتونه چی هست؟ پی دی اف برای نورمال دیستریبیوشن. حالا اگر من به صورت استاندارد بنویسمش، یعنی میام تکست رو تبدیل به زد بکنم، این زد استاندارد شده است. یعنی هر کدوم از ایسا هست میان این کم شده به استاندارد دیویشن تقسیم شده. می نویسم زیرش این هستش یک روی رادیکال دو پی ای به قوه منهای یک دوم زد.
یکی از اون پرسید گفتش این زد با اون اکسل جلسه بر رابطه پی دی اف رو نوشتی چه ارتباطی داره؟ میگیم این زده که اینجا هستش اکس، حالا اگر این زد بزرگ اینم بزرگ میشه، اگر این زد کوچیک اینم کوچیک میشه، منهای بیو بخش هستی هر دو مزداد آر از من این کم میکنیم به استاندارد دیویشن تقسیم میکنیم. الان اگر شانچه برید زد رو بذارید اون رابطه، چون میدونید برای متغیر تصادفی Z، خواهش کنم دقت بکنید، برای متغیر تصادفی Z که اینجوری به دست آمده میانگین صفره. کسی میتونه بگید چرا میانگین صفره؟ چون توضیحش نرماله؟ نه عزیز من، از طرفین امید بگیرید، از طرفین این امید بگیرید، امید Z میشه امید X منهای امید میو سیگما میاد بیرون. می‌نویسن امید میوه چطور اینشالله هیچ شب امید نشه مسابقه یک روی سیگما امید X منهای میو. خب این میشه امید این منهای امید این امید اکس میوه، امید میوه هم میوه، میوه منهای میوه چطور میشه؟ زد میشه. واریانس زد هم یکه، از طرف این واریانس بگیری این یک روی سیگما میاد بیرون میشه سیگما دو، بعد واریانس اکس منهای میوه هم باز سیگما دو میشه، سیگما دو باش با سیگما دو میشه. خب یعنی عملا اگر چنچه شما بهتون رابطه یه پی دی اف رو برای نورمال دیستریبیوشن داده باشن، اگر برید یه جای میو سر بذارید به جای سیگما یک بذارید میشه پی دی اف نیستان داد کن. حالا عرضم این هست، این رابطه که من اینجا نوشتم تابع تقریب هست روی المان، یعنی عملا اگر چنچه اینجا باشیم میخوام بگم خواهش کنم دقت بکنید، اگه المان یک دو گره داشته باشم میخوام بگم این نقطه به این نقطه چجوری وصل بشه، از اینجا تا اینجا اخعایه که توی این رابطه به کار رفته. من توی این شکل چون تابع بستر دارم آزادی عمل برای دیسکریتیزیشن دارم، ولی توی این که از قبل ما این ترمولا داده شده آزادی عمل برای دیسکریتیزیشن ندارم، دستم بسته است اینجا، ولی اینجا دستم بازه، هر جوری خواستم میتونم دیسکریتیزیشن رو انجام بدم. حالا خاصیت چیز؟ خاصیت ارمان یعنی عملا من باید برم به جای این کیوه ای رو بزنم دیگه، نه روی المان، یعنی اولا AI روی المان که تو تفسیر هندسی میشه چی بچه؟ تو تفسیر هندسی میشه این برای المان نمونه مساحت زیری منحنی که حالا قانون هم اگر چنچه خطی باشه، چه شما برید این اینتگرال رو حساب بکنید، چه برید از قانون سوزنقه استفاده کنید، جواب یکی میشه. این میشه از تی آی تا تی آی به اضافه یک. حالا تی آی اینجا پای من شدید چیه؟ اگر این المان که من زدم این نقطه میشه تی آی، این نقطه میشه چی؟ تی آی به اضافه یک. اینتگرال از تی آی شد تی آی به اضافه یک، بعد هم به جای کیو اگر چنچی بذارید آی از یک تا دو، اینجا هم شیف فانکشن دونو گره ای رو بذارید و اینجا هم کیوی آی بی رو بذارید، بعد هم اینجا هم دی تی رو بذارید، یادتون باشه که باید عملا اینو باز کنید، این اینتگرال رو باید باز بکنید، منظور این سمیشنه رو، بعد به جای این همه یعنی
کیو یک بذاره این دو کیو دو ها بعد بذاره این یک هم اینو بذارید این یک این دو هم اینو بذارید اگر چمچه این کار بکنیم میشه قانون سوزنه به دست کرد میشه این مجموع دو قاعده ضرب در چی؟ نسب ارتفاع یعنی عملا ارتفاع اون دلتا تیه که دلتا تی میدونید چی هست؟ تی های بزاقی میدونید تی های ضرب داره حالا میتونید یک دومه میشم اینجا بذارید یا فرق نکنه کیوی المان آی به اضافه کیوی المان آی این میشه خاصیت المان کار ساچاک انجام ندادیم ما این مسارت سوزنوا رو نوشتیم از اینجا تا اینجا مسئله چقدره؟ کیو آی ای از اینجا تا اینجا چقدره؟ اگر هم تو این شکل بودید باز بوده همین میشد منطقه که باید بنویسید یک دوم دلتا کیو در اف یک یا ای بذاره اف آی بذاره یک ای میمیستم یک روی غیر متفاوتی ای آی باز خانم من سازنو میگیرید تو شکلم بگیر این ای آی اینجا چیه اینه ای آی مساویه با یک دومه دلتا کیو اگه یکی پرسید دلتا کیو اینجا چیه میگن چی؟ میگن این هستش کیوی آی به اضافه یک این هستش کیوی آی توی بالاییه میتونید هم اینجا هم یه سوپر اسکریپت هیچ کار کنید بذارید یک کامل میشه صحبت داتون زرد داره هفه آی ای به اضافه هفه آی به اضافه یک ای کامپیوت element properties اینجور نه اینکه ما میخوام مساحت سری من همه به دست بیاریم برای المان اون خاصیت اون میشه مساحت اون المانه که بعد باید اینها رو با هم تو استپ 5 اسمبل استپ 5 Assemble element properties to obtain system properties. من اینجا می‌نویسم پروپرتیز رو به صورت جمع می‌نویسم ولی برای این مسئله که الان داریم مطرح می‌کنیم پروپرتیز برای المان یه پروپرتی داریم برای سیستم هم یه پروپرتی بیشتر نداریم ولی موقعی که رفتیم توی دیفرنشیال فرمولیشن و اینتگرال فرمولیشن ها برای المان بیش از یک خاصیت داریم اینجا فقط یه خاصیت بیشتر نداریم و اون مساحت در المان اسمبل چجوری که شما یک کامپیوتری رو رفتید بخرید احتمالا میگه قطعات بهت میدم بده به یکی دیگه اسمبلش بکنه این لغت اسمبل از اونجا شما گرفتید یعنی چیکار کنه؟
طوری این قطعات رو به هم وصل بکنه که اون فانکشنالیتی رو به شما بده. شما اینجا باید بیاید این المان ها رو کنار هم بذارید، اسمبلش بکنید، اون خاصیت نهایی بهتون بده. یعنی عملا اینا رو هم جمع کنید، میشه اسمبل المنت پروپرتیز، میشود عملا فعلا A این خاصیت کل سیستمه مسائل زیر منحنی. اگر چنانچه بخواهم اسمبلینگ انجام بدیم میشه سمیشن ای از یک تا چقدر؟ این معنی اسمبلینگ. یه تعداد المان دارید، باید بیاد این خاصیت المان ها رو با هم جمع بکنید تا خاصیت سیستم به دست بیاد. این نود نامبرینگ آبی،
element نام بده، قرمز. ارتباط بین نود نامبرینگ و element نامبرینگ تو شکل پیداست. پس بنابراین اینجا آی نداریم، چون های آی بگذاریم میتونم نویزانه شده آیت در این چیم رو عرفت کنیم، آی رو نداریم. Assemble element properties to obtain system properties. اینجا ما یه پروپرتی بیشتر نداریم برای هر المان، مساحت زیر منحنی assembling که میگنیم مساحت ها رو کنار هم بزنیم جمع میکنیم که مساحت کل چیز رو دست داریم. منطقه قدم 6 استپ 6 میگه بیرید شرایط مرزی رو اعمال کنید، Imposed Boundary Condition. یک
چون اگر هم بگذاریم به هم به زاویه که نداریم ما تو هم داریم. خب مفهومش چی میشه؟ میدونید موقعی که در سمیشن داشته باشیم باید ای رو یک بگیریم، اینو شروع کنیم با ای یک این حساب رو کنیم. نمیشه معنی چرا معنی نمیده؟ اگر ای رو یک بگیریم فقط برای ای مساوی کیو یک و یعنی برای ای مساوی آی یک، برای ای مساوی با دو آی دوه، برای این مساوی 3 آی 3 هست. نگاه کنید این شکل، اگر چنانچه این حالا شکلی من کشتم هم اینجا بهتر روی شکل، اگر چنانچه ای یک باشه آی یک و دو، بعد که ای دو میشه آی دو و سه میشه، بعد که ای سه میشه آی سه و چهار میشه، و بالاخره موقعی که ای چهار میشه آی چهار و پنج میشه که این دو تا اولی و آخری شرایط مرزی بنده هستن. فکر میکنم تو بیان ریاضیش یه دقت لازمون میخواد که چجوری این بیان بشه که هم مطلب ادا بشه. اولا نگاه کنید من فعلا برای این قلمی که اینجا دارم اینو پاک میکنم، اینو پاک میکنم برای این مطلبی که اینجا نوشتم، این پوز باندر کاندیشن میگم برای مسئله اولی، پرابلم اولی A T1 حد چپ و B T چی هست؟ N حد چپ T1 حد راست T N. برای مسئله دومی حد چپ Q1 و B Q2 Qn. دقیق بفرمایید که توی این مسئله که اینجا داریم QI با اون یکی نیست، های QI ماکسیموم ها هستن، این Q جنریکه، یعنی دیپند ولیو که روی Q هست باید بیاد به یه دار فاصله چکار کنید؟ تقسیمش کنید. و یادتونم باشه که اینجا عملا از منهای بینایت تا بینایت هم هست، مساحت زیر منحنی از بینای بینایت تا به اضافینات منتها ما حد راستش رو باید بگیریم خود کیو. چرا؟ اینجا توضیح داره پاکش کردم، نه اینجا هستش نمیست، از منهای بینایت تا اکس، از منهای بینایت تا کیو، که این خوب میشود اف اکس اکس و ما هم پروبابیلیتی آف اکسیدنسی که به تی مربوط میشه یک منهای اف اکس اکس. یادتون بود که جلسه قبل نوشتم probability of خانم من از با منی x کوچکتر یا مساوی با x، این مساوی است با f x x. احتمال اینکه متغیر تصادفی x کمتر از x کوچکه باشه اینه، ولی p probability of x اینست که از شکل روی t چی نمیخواد دیگه از وضعیه هستش یکی منهای اف اکس اکس، که ما عملا باید اف اکس اکس رو داشته باشیم، یک از چی هم بکنیم یک روی تی به دست میاد، بعد با داشتن این عدده تی میشه یک بخش برای یکی منهای اف اکس اکس که عملا مربوط آمار اتمالا باشه. خب از یک منظر اگر چنچه درستر بخواهم بنویسیم این رو برای که هم مطلب ادا کنیم، باید بگیم حد چپ منهای بینهایت، حد راست که بی باشه هستش همون کیوی که به ما داده شده، این کیوی که به ما داده شده، چون تو این کیوی میخوایم تکلیف چیزو مشخص کنیم. البته چون برای کیوی منهای بینهایت هم
محلی نمیده کیوتی منفی نمیتونه باشه، عملا این تبدیل میشه صفر، میشه از صفر تا کیو، چون کیو منفی بینایت معنی نمیده. خب این شرایط مرزی ما باید اعمال بکنیم، ما تا موقعی که شرایط مرزی رو بریم توی این رابطه بذاریم استپ هفت تولید میشه، استپ هفت عملا در این مسئله که دو تا رو داریم استپ هفت میشود این رابطه داده شده رو عملیاتش کنیم، یه طوری بنویسیمش که کد نویسی بشه به صورت متنی. اگر بخوام بگیم وقتی شرایط مرزی رو این اعلام اعمال کردیم سالو the resulting system، solve the resulting system منظور از solve the resulting system یعنی مثلا اگر چنانچه شما میخواید این مسئله رو تا دو عرضه کردیم و حل بکنید، ای که خواسته مسئله هست میشود بیاید این فرمولی که اینجا به دست آوردید یا این فرمولی که به دست آوردید شروع کنید برای تک تک المان ها با هم جمع بکنید، یعنی میشه چی؟ یعنی میشه یک دوم دلتاتی در کیو یک به اضافه کیو دو، این میشه چی؟ این میشه مساحت المان اول، برای مثال اول به اضافه یک دوم دلتاتی در کیو دوی به اضافه چی بچه ها؟ کیو سه، این میشه مساحت المان دومی به اضافه یک دوم دلتا تی در کیو سه به اضافه کیو چهار. و حالا اگر فرض کنید دامنه ما ثابت کنید باشید ما داریم روی پیاده میکنیم، یه المان دیگه هم داریم، چهار تا المان داریم، عملا اینجا اگر چنانچه من میخوام با قرمز بنویسم اینجا میشه یک، اینجا میشه یک، اینجا میشه دو، اینجا میشه دو، اینجا میشه سه، اینجا میشه سه، و بعد به اضافه یک روی دلتا تی کیوی چهار به اضافه کیوی چهار پنج، این کیوی بازن اینجا باید بذاریم چهار. حالا ممکنه خانم بالا یه سوال بپرسه آقای آمدین اینجا من یک کیو دو یک میبینم، یک کیو دو یک میبینم، دو میبینم، اینا چیه؟ بیروی شکل ببینش تفسیرش بکن بگو اگر چنچین ترسی اگر این المان من به نظرتونه یه سمت چپش کیوی مثلا فرض کنیم من همین چیز برای که حق مطلب ادا کنم دو تا المان رو کنار هم بکشم، این المان یک این المان دو، بعد نامگذاری ها این بذاریم مثلا تا از اول که شروع کردیم این شده سه، این شده چهار، این شده پنج. حالا منظور من از کیوی چهار یک و کیوی چهار دو چیه؟ یک اپسیلون این بر این می شود کیوی گره چهار برای المان یک، یک اپسیلون این بر این می شود کیوی چهار برای المان دو، و اینا دو تا یکی هستن چون پیوستگی در گره داره. بعد عملا اگر چنانچه بخواید مفهوم این جمله ساده زادین سیستم یعنی تبدیلش بکنیم به ورکبل اکویژن، که ورکبل اکویژن میشه این من میمیسمش ای مساوی با این محاسبه، یعنی همه اینها یه دونه یه دوم دلتا تی داره، از یه دوم دلتا تی میتونیم چهار کنیم فاکتور دیم. خب بعد این کیو یک یک عملا میشه اولین گره از المان یک، این دیگه میتونیم بریم کیو یک
از گلوبال نود استفاده کنیم. به اضافه این گره دو Q2 1 و Q2 2 عملا این میتونیم بگیمش دو تا Q2. حالا من دیگه دو چند فاکتور میگیرم چون همه این وسطی های دوی ذره به دو دارم، چون اینم باید با این تکرار بشه، میشه Q2 به اضافه Q3 به اضافه برای این Q4 پرانتز بسته به اضافه آخری هم که Q5 فقط یک بار تکرار میشه. این میشه Workable Equation من، میشه از نتیجه استفاده. یعنی عملا این فرموله رو هم داشته باشم، این میتونم خودش بکنم که این گره هایی که اینجا هست 1, 2, 3, 4, 5 گره های گلوبال هستن، گره های گلوبال هستن. عقلانی بود، درست‌تر بود که من موقعی که میخواستم در مقیاس لوکال صحبت بکنم مثلا بگم این ناگذاری ها چی هستن، گلوبال هم 1, 2, 3, 4. موقعی که میخوام از لوکال نودان به این نام ببرم بگم برای یه امان نمونه این یکه، اینم دوه، برای امان نمونه یعنی همه این گره ها میتونن به صورت نمادی هر چپشون یک بزنم، هر راستشون دو بزنم، ولی موقعی که تو گلوبال هستم از اون نوزان بری اثبات کنم. یعنی اولا اینجا این میشه Q1 1، این میشه Q2 1، بعد اینجا که هستم این میشه Q1 2، این میشه Q2 2، اینجا میشه Q1 3، Q2 3، اینجا میشه Q1 2، Q2 4. و عملا این یک و دو تکرار میشه، ولی سوپر اسکریپتی که تغییر میکنه رفتش میده به گلوبال نود نمبر استپ 8. من همینجور متوقف میکنم، استپ 7 رو انشاءالله ادامه بحث رو جلسه آینده پی میگیرم.